Merci. مشکلی نیست. مشکل جای دیگه است. مشکلی که اگر نرسیدم به هاموارک بپذیرم که نرسیدم. با این قسمت دوم. نه کلا همه جنبه ها. چون مثلا اگه درسی افتادم دیگه به قشون کشی نکنم مثلا. نه کلا هم. خیلی جلسه پیش بی جی تی رو شروع کردیم. حالا چون که احتمالاً پی ان جانکشن رو خوب یاد گرفتین، اینو سریع میتونیم دو جلسه ای تموم کنیم. و حالا چون به اصطلاح دو تا پی ان جانکشن بک تو بک بیشتر نیست، و حالا توضیح دادم که چرا دو تا پی ان جانکشن بک تو بک دقیقاً شبیه یک ترانزیستور عمل نمی کنن، و قرار صحبتایی که میکنیم برای یک PNP انجام بدیم، قرینه‌شو میتونید خودتون برای NPN انجام بدین. توی مدار چون باز همه مثالا معمولا NPN بعد میگم PNP خودتون برید تحلیل کنید، جا برعکس. یه دلیل برعکس چون حفرات بار مثبتاً راحت‌تر همه چیز هم جهت حرکت و جهت جریان یکی، خیلی مشکل ایجاد نمیشه. اینجا قرار است این اتفاق بیفتد، یعنی این پیوند امیتر بیس فوروارد بایاس باشه و حالا تو آنالیز هایی که فعلا میکنیم کلکتور بیس ریورس باشه، بعدا وضعیت های دیگر هم میبینیم، ولی قرار ترانزیستور تو این وضعیت به عنوان یک ترانس رزیستنس عمل کنه یا ترانزیستور عمل کنه و یک جریان کوچیک بیس جریان بزرگ امیتر کلکتور رو کنترل کنه. و اگر پروفایل دوپینگ و فاصله عرض بیس مناسب اختیار بشه، قراره که تعداد زیادی از حاملای اکثریت اینجا که حالا چون دیود فوروارد بایاس شده صد پتانسیل کمی میبینن سر راهشون، ریخته بشن به بیس، و اینها اگر عرض بیس کم باشه شانس ترکیب اندکی دارن و اینا میرسن به میدان الکتریکی که چون این پیوند ریورس بایاس شده میدان الکتریکی در این جهته و این بارهای مثبت هول میده اینوری، به این ترتیب تعداد زیادی از این حاملای اکثریت که از امیتر امیت میشوند توسط کلکتور کلک میشن و درصد کمیشون با الکترون های توی بیس ترکیب میشن. اینجا چون پیوند فوروارد بایاسه، حاملای اکثریت این برم صد پتانسیل کمی میبینن بنا به دیفیوژن حرکت بکنه این بر. ولی پروفایل دوپینگ ها رو طوری اختیار کردیم که حامله اکثریت این ور به مراتب از حامله اکثریت این ور بزرگتر باشن، یا نسبت این جریان به مراتب از این جریان کمتر باشه، یا نسبت فلش ها همجوری باشه که کشیدم. حالا چون یک دیود ریورس بایاس هم داریم، جریان اشباه معکوسی داره که حامل های اقلیت اینجا بنا به دریفت دارن جابجا میشن. این مستقل از این تیکه جریانی بود که اینجا بود. بازم اگر نسبت ها رو درست رعایت کنیم، حامل های اقلیت این ور که دوپینگ بیشتره بزرگترن، سعی کردم این یکی رو یکم بزرگترتون بکشم. تقریبا باز اگه دوپینگ این بیشتر از این باشه، تقریبا بیشتر جریان همین حفره هاست که میره اون بر و جریان الکترون ها خیلی کم. حالا این سهم جریان های مختلف توی یک ترانزیستور بی جی تیه. به این جریان امیتر همینجور که میبینی، جریان امیتر یه قسمتش این جریان سفیده هاست، جریان حفره هاست، جریان حفره های امیتره، جریان امیتره محصول از حفره ها با پی نشون میدم، یه مقدارش هم جریان امیتره محصول از الکترون هاست. این جمع، این دوتا فلش جمع جریان های امیتره، هم جهت هم هستن. و جریان کلکتورم باز یک قسمتش سهم جریان حفره های کلکتوره، فعلا فقط این حفره هایی که به حساب حفره هایی که از امیتر امیت شدن در نظر میگم، یه مقدارم سهم الکترون های سهم الکترون هست این جریان، که باز حامل های اقلیت این طرف هستن که برای دریف ریخته شدن اینور، چون میدان ایتیکی اینوری دارم الکترون را از اینور میرزه. جریان بیس هم مؤلفه‌های مختلفی داره، با این جریان
امیتر الکترون های امیتر، الکترون های کلکتور و جریانی که حاصل از ترکیب الکترون هوف تو بیس هست، جمع این سه تا است. من بتا رو اینجوری تعریف میکنم، نسبت جریان کلکتور به جریان بیس رو تعریف میکنم بتا، رو بعدا میبینیم باز مدارتون دیدین که به چه دردی میخوره. و دنبال این هستم که این نسبت رو زیاد کنم، بتونم با جریان هر تا مقداری که برای ممکنه با جریان کوچکتری جریان بزرگتر رو کنترل کنم. برای که این اتفاق بیفته قاعدتاً رو همین تصویری که اینجا میبینید، بعد سهم این جریانایی که ترکیب میشن اینجا از سهم جریانایی که میرسن به کلکتور بسیار کوچکتر باشن. یا بابر دیگه انتظارم اینه که برای اینکه اتفاق بیفته طول بیس به مراتب از عمق نفوذ یا دیفیوژن لنس حفره‌ها توی بیس کوچکتر باشه، اگه این اتفاق بیفته شانس ترکیبم رو کم میکنم. و هرچقدر شانس ترکیب رو کم کنم جریان بیس رو کمتر میکنم. و در واقع دوست داریم اینجوری باشه که جریان امیتر تقریبا با جریان حفره های امیتر و جریان کلکتور هم تقریبا با جریان حفره های کلکتور برابر باشه. اتفاقی هست که باز دوست داریم بیفته. جریان بیس گفتم یک قسمتش سهم جریان الکترون حفره، ترکیب جریان الکترون حفره است، یک قسمتش سهم جریان الکترون هاست که تو این پیوند فوروارد بایاس در واقع بنا به دیفیوژن ریخته میشن حامل های اکثریت اینجا به اینجا. این پیوند هم ریورس بایاسه، یک مقداری از حامله اقلیت اینجا ریخته میشن به اینجا. این سه تا سهمی هست که توی جریان بیس داره. و باز دوباره برای رسیدن به بتای بزرگتر سعی میکنیم این جریان ها تا جایی که میتونیم کوچک باشه. چی؟ چرا؟ حالا همه رو جلوتر همه رو در نظر میگیریم، ولی الکترونی که از تو دیود معمولی رابطه نمایی که نوشتیم جمع حساب همه اینا بود، همش بود. یعنی اونجا هم آره فامولای اقلیت هم باز دریفت حرکت میکردن، جمع دریفت و دیفیوژن. برای همین بود که جمع دریفت و دیفیوژن اگه ولتاژ اعمال نمیکردیم جریان صفر برمون میداد. اونجا هم دریفت داشتیم هم دیفیوژن. در واقع وقتی ولتاژ اعمال نمی کنم آره، حالا میتونیم بگیم این فلشه که کشیدم یه اپسیلون بزرگتر بوده، یه اپسیلون هم از اینجا اومده و جمع جبری همش میشه. خیلی خوب، حالا ما یه المان سه سر داریم که این المان سه سر رو میتونیم به صورت یک مدار توپورت بهش نگاه کنیم، یک سر و سر مشترک بگیریم. بسه بگی کدوم سر و سر مشترک بگیریم، اسمهای مختلفی برای این کانفیگوریشنی که کدوم سر و سر مشترک بگیریم. این المان سه سری که به عنوان ترانسور دارم، اگه بیس و پایه زمین مشترک بگیرم، یه مدار توپورت دارم که حالا با همون تعریفایی که از مدار توپورت داریم میتونیم روابط مدار توپورت رو بنویسیم. بیس مشترک، امیتر مشترک یا کلکتور مشترک، بسته به اینکه حالا کدوم پایه رو پایه مشترک بین ورودی خروجی بگیرم. معمولا این آرایش امیتر مشترک رو استفاده می‌کنم، حالا بنا به دلایلی که دقیقاً همین جوری به عنوان یک تقویت کننده جریان استفاده میشه که با یک جریان کوچیک پورت ورودی جریان بزرگ پورت ورودی جریان بزرگ پورت خروجی رو کنترل میکنم. حالا بسته به کاربردهای مختلف دیگه شکل‌های دیگه هم میتونم استفاده کنم، ولی معمولاً باز این مدار توپورت رو با این مشخصش میشناسیم که جریان خروجیش چجوری تابع ولتاژ خروجیشه به ازای ولتاژهای ورودی مختلف یا جریان‌های ورودی مختلف. دو تا تقریبا متناظر هم. از مشخصه های این مدار توپورت اینه که جریان پورت خروجی رو به حسب ولتاژ پورت خروجی به ازای جریان‌های مختلف پورت ورودی بکشه. تو کرپ تریسر هم مثلا همین رو رسم میکنه.
و حالا تقریبا دیدین که بی جی تی حالا بجز یه ناحیه کوچیک اشباه اینجا تو ناحیه خطیش اینجوری هم هست. سوال چیه؟ چرا با همین دید از کامپولیتور نمیشه مثلا گفت که تقریبا جمعی بده؟ از کامان خیلی فرمان با که تو مدار میدونم که چرا مثلا اصلا نمیشه مدار دعوت کننده جریان هنوز هم هست. دعوت کننده ولتاژ نیست. دعوت کننده جریان هم هنوز تو طبقه خروجی استفاده میکنیم به این دلیل که دقیقا جریان رو تقویت میکنیم. جریان هنوز تقویت میکنیم. پس فرق از این لحاظ بینشون؟ از این لحاظ آره. بله آره. بعدشون دیگه بزن. خیلی خوب. حالا چون توی این PNP جانکشن یا NPN جانکشن ما دو تا جانکشن داریم که میتونه در هر کدوم از این جانکشن ها تو فوروارد بایاس یا ریورس بایاس باشه. جلسه پیش گفتم میتونیم به چهار ناحیه مختلف تقسیم کنیم بسته به وضعیت هایی که دیود های امیتر بیس و کلکتور بیس، حالا دیود یک و دو اگه اسمشو بذارم، چهار وضعیت مختلف میتونیم داشته باشیم. حالا ناحیه اکتیو یه مثالی که دیدیم یا کیفی رفتار کیفی رو توی ناحیه اکتیو دیدیم که قرار این یکی فوروارد باشه این یکی ریورس. اگه هر دوتا فوروارد باشن بهش میگم ناحیه سچوریشن، اگه هر دوتا ریورس باشن بهش میگم ناحیه کاتاف، و اگه برعکس این وضعیت اکتیو داشته باشن بهش میگم ریورس اکتیو یا ریورس. دقیقاً مثل ترانزیستوری هست. اگه ترانزیستور PNP قرینه می بود که نیست، اینجا و اینجا در واقع این دوتا یک وضعیت داشتن، فرقی نمی کرد، ولی الان اینجوری نیست و یک وضعیت ندارد. حالا این ناحیه رو که توی صفحه مختصات بر حسب ولتاژ این دیود و این دیود مشخص کردیم، تو همین مشخصه خروجی کامن امیتر که الان کشیدم، اگه مشخصه خروجی رو فقط به ازای ولتاژ پورت دوم مثبت کشیدیم به ازای ولتاژ پورت دوم منفی هم بکشیم، در واقع ناحیه اکتیو این نواحی اینجاست که جریان کلکتور فقط به جریان بیس ربط دارد تقریبا و خیلی تابع ولتاژ پورت دوم نیست و ولتاژ کلکتور میتر. ناحیه دارم که هر دو پیوند تقریبا فوروارد بایاس هست. ناحیه دارم که جریان صفره با تقریبا خوبی یا هر دو پیوند ریورس بایاس هن، و این اگه ادامه بدیم مثلا برعکسش شبیه یک بی جی تی عمل میکنه با بتای کم که بهش میگم ریورس اکتیو. آی سی رو بر حسب حالا الان رابطه شون آره آفست منظورش یه جریان آره جریان اشباه معکوس دیود بیس کلکتوره که هیچ ربطی به جریان اون یکی نداره. آره. من الان تعریف میکنم پارامتر، یعنی بتا کل ربط بین جریان بیس امیتر کلکتور نیست، یه مش جریان اشباه معکوس اینا هم هست که توش روابطمون هست. حالا این احتمالا تو الکترونیک هم دیدیم اینجا دوباره میبینیم. خیلی خوب. به صورت کیفی دوباره قبل از اینکه باز روابط کمی بنویسیم، اون هر دوتا ریورس این با این خب فرقش اینه که این دوتا نه خب ما مثلا اکتیو داشتیم و سچوریشن و کاتاف داشتیم، خاموش بود الان کاتاف داریم. خاموش بود الان اینجوری بگم، اگر هر دو اینا پی ولتاژ منفی بدم دو سر این دیود ها بهش میگم کاتاف. میتونم این یکی رو ولتاژ منفی بدم، این یکی رو ولتاژ مثبت بدم، میتونم. توی لاجیک های قدیمی ایست مثلا با بی جی تی 30 سال پیش گیت میساخته مثلا اندو اورو اینا توش توی ناحیه اینورتد استفاده میشده واقعا. حالا تو مدار آنالوگ احتمالاً کاربردی هم نداره، یعنی مثل یه ترانزیستوری میشه با بتای یک هیچ
پی اینی هم بهم نمیگه. تو امتیام اگه بی بی ایمون کوچیک‌تر از 7 هم باشه دیگه فرق نمی‌کنه مثلا جانشین بین کلکتور بیس اون چرا؟ چرا دیگه؟ من الان توین نقاشی دیده میشه که من میتونم جریان منفی از کلکتور بکشم. با جریان تقریبا صفر فرق داره. الان پی ان پی ریورس میشه ان پی ان به بتای کم. پی ان پی ریورس یعنی چی؟ تو این آیه خب میشه شبیه ان پی ان میشه؟ شبیه ان پی ان میشه نه بازم پی ان پی. پی ان پی هست که پایه کلکتور امیترش رو اشتباهی بست. تو مدار شبیه ان پی ان با بتای کم نیست. از کلکتور به امیترش خیلی جالب اینا از کلکتور امیترش جالب. بعد اینجا باز وولتاژ بیس بیشتر از امیتر اونجا هم وولتاژ بیس بیشتر از امیتر. بازم شبیه نیست. اینجا هنوز حفره‌ها دارن حرکت میکنن. اینجا هنوز حفره‌ها از اینجا ریخته میشن اینجا و بعد میان اینجا. حالا من به شبیه نیستی. حالا شاید از لحاظ مداری یکی بشن ولی شبیه نیست. حالا اینجوری میگم فکر میکنم بزرگه. خیلی خوب. کیفی قبل از اینکه این سه تا اتصال امیتر و بیس و کلکتر رو به هم وصل کنیم باز این یکی یک ماده خیلی پی تایپ شده است، حامله اکثریتش حفرن و خیلی کم الکترون داره، به همین ترتیب پروفایل دوپینگ کم میشه و کمتر میشه و اینجا تراز فرمی دقیقا چسبیده به ESC، اینجا یکم چسبیده به EV، اینجا یکم با ESC فاصله داره، اینجا بیشتر فاصله داره حالا با EV. و بعد اینا رو که به هم میبندیم قاعده کلی اینه که ترازهای فرمی با هم تراز میشن و حالا فرض کنید هیچ ولتاژی هم اعمال نکنم به اینها، این شکلیه. بدون اعمال ولتاژ یه نای تخلیه اینجا تشکیل میشه، یه نای تخلیه اینجا. باز نای تخلیه چون میدونیم با عرض دوپینگ نسبت با عکس دوپینگ نسبت داره، نای تخلیه اینجا بزرگتره حالا چون دوپینگ اینا کمتره و همه نای تخلیه بیشترش تو اون قسمتی هست که دوپینگ کمه. به همین دلیل اینجا یه ترازای انرژی فقط با یه خط درجه 2 که سهمی که رو به بالا هست عوض میشه، اینجا هم یه سهمی رو به پایین. یک مشت بار مثبت اینجا جمع میشن، یک مش بار منفی فقط اینجا که یون هایی هستن که بعد از تخلیه ایجاد میشن. یعنی تو این پی هر کم از این پی ان جانکشن ها رو کشیدیم و پی ان جانکشن ها یک طرفه دیدیم که نایه تخلیه همش اون طرفی هست که دوپینگ کم. حالا نقاشی همون این شکلی شد. باز میتونیم استدلال کنیم که تو هر کن مزینا تعداد حامل های اکثریتی که میتونن صد رو رد کنن با تعداد حامل های اقلیت اون ولی که بنا به دریفت جا به جا میشن برابره، به این معنی به تعادل میرسیم و این دیود با این دیود در تعادله، اینم با این دیود در تعادله، جریان همه پایه ها صفر. حالا فرض کنید توی وضعیت اکتیو ترانزیستور اینو بایاس کردم، به این معنی که فرض کنید ولتاژ بیس رو زمین کردم، ولتاژ منفی به کلکتور اعمال کردم و ولتاژ مثبتی به امیتر. این دیود امیتر بیس رو فوروارد بایاس کردم، دیود کلکتور بیس رو ریورس بایاس کردم. نسبت به نقاشی قبلی تراز فرمی این چون ولتاژ امیتر مثبته بنزه کیو ولتاژ امیتر اومده پایین و چون ولتاژ کلکتور عدد منفیه بنزه کیو ولتاژ کلکتور یکی رفته بالا. انرژی باز با ولتاژ نسبت منفی داره. من اینو ثابت گرفتم، این یکی رو اون نقاشی قبلی رو نسبت به این تصور کنی که این یکی رو بنزه ولتاژ امیتر آوردم پایین، اون یکی رو بنزه ولتاژ کلکتور بردم بالا. حالا اتفاقی که اینجا میفته عرض نای تخلیه اینجا کم میشه و عرض نای تخلیه اونجا زیاد میشه که بتونه این افت ولتاژ رو با همون مقدار بار بده. این باز به صورت کیفی میتونم بگم. حالا اتفاقی که میفته، اتفاق مهمی که اینجا میفته، تعداد حامله اکثریت اینجا که خیلی خیلی زیاد بودن، صدی که روبرویشونه چی شد؟ کم شد. به این دلیل این مؤلفه بزرگ جریانی که تو بی جی تی هست محصول نفوذ کردن حامل های اکثریت امیتر به بیسه و حالا چون عرضه اینو کم گرفتم این انتظار دارم حالا قبلا این تعداد حفره در واحد حجم بود، حالا تعداد حفره ها در واحد حجم تو بیس به صورت مصنوعی زیاد شد. حفره های مال خودش نبودن، حفره هایی بودن که امیتر ریخت تو این
و حالا شانس ترکیب هم ندارن، عرض این خیلی کمه، اینا سری میرسن به این محوطه ای که از این به بعد حفره ها به دلیل چی حرکت میکنن؟ دریفت. اینا خودش هم یه تعداد خیلی کمی حفره داشت که به دلیل دریفت حرکت میکرد، ولی تعداد حفره هایی که این میریزه به اینجا به مراتب از حفره هایی که خودش داره بیشتره. به همین دلیل جریان قالبی که توی بی جی تی دارن محصول ریخته شدن این تعداد زیاد از اینجا به اینجا و رسیدن اینا به لبه نایه تخلیه است. باز میتونم شبیه همون کاری که کردم الکترو استاتیک بی جی تی رو تحلیل کنم. من فرض کنید یه ولتاژ اینجا دارم، یه ولتاژی هم اونجا دارم، میدونم پروفایل بارایی که اینجا توضیح شدن تقریبا چیه، اگه تقریبا نایه تخلیه بزنم پروفایل بارایی که اینجا هست و دارم، یک بار از اینا انتگرال میگیرم میدان اتکی به دست میاد این شکلی، جای دیگه میدان صفره، و یک بار دیگه از این انتگرال میگیرم پتانسیل میاد، چون پتانسیل رو توی منها ضرب میکنم، توی کیو ضرب میکنم، میشه شکل همون نوارهای انرژی که اینجا کشیدم، یعنی منهای این با این با این خطی که اینجا کشیدم، این ای سی یا ای آی هر کدوم از اینا قرار سوال چی بود؟ نمیرسن دیگه عمق این، اگر وقتی اینا ریخته میشن به فاصله به صورت نمایی با ثابت مثلا الپی از بین میره، تو یک طول الپی از بین میره به صورت نمایی، اگر این فاصله از الپی بزرگتر باشه همشون از بین رفتن دیگه، ترکیب شدن با الکترون خیلی کمتر باشه، جزء شرط ها هم اول گفتن دیگه. این W قرار از LP خیلی کمتر باشه که اینا که ریخته میشن قبل از اینکه فرصت ترکیب با این تعداد زیاد الکترون ها اینجا رو داشته باشن شانس ترکیبشون خیلی بالاست، قبل از این بتونم برسم اونایی که ترکیب میشن میشن جریان لاس ما. آره فقط اون نیست، سه مؤلفه داشت که یاره یکیشون من بیشتر این اگر بیس یه ماده اینترینزیک بود مثلا ان تایپ نبود، خیلی خوب نسبت به اون منم اینج توی محیطی که الکترون زیاده شانس ترکیب حفره ها با الکترون ها بیشتره تا یک محیطی که الکترون کمه، یعنی ال پی خود ال پی تابع یک چیزاییه به این معنی. نه غلط انداز نیست، به هر حال مکانیزم های مختلفی برای ترکیب دیدیم که مثلا یکیش دایرکت، یکیش این دایرکت، یکیش مثلا آجر ریکامبینیشن، همه اینها به هر حال به نحوی به تعداد الکترون ها ربط داره، ما توی محیطی تعداد الکترون ها رو زیاد کنیم شانس ترکیب حفره با الکترون ها رو زیاد میکنه. اینی که گفتم اونها منفی نفهمیدم این که داریم میگین برای دایرکته که تو سیلیکان دایرکت انجام نمیشه در حضور معمولا در حضور ترپ، یعنی به تعداد اتم های ترپ بیشتر داره. چرا فقط اینترنسیک آره اون بعد بد میشه. آره. چون مجبورم دبلیو رو کم بگیرم اونور مجبورم یه کاری کنم نایه تخلیه بره توی کلکتور نه تو بیس، اگه میومد تو بیس حالا یه اتفاقی میافتاد که پانچ رو میبینی، نه اصلا این صد پتانسیلی نمیدید، حالا میبینید چه اتفاقی میفته، یعنی اگه این عرض نایه تخلیه بیاد اینجا که برسه به این لبه در واقع امیتر رو به کلکتور وصل کرده. خیلی حالا اون نمایش قبلی تو ذهنتون باشه و قراره توی همچین رژیمی فعلا در اکثر اوقات به عنوان تقویت کننده قرار استفاده بشه، توی همچین رژیمی استفاده بشه که این فوروارد بایاس باشه، این یکی ریورس بایاس،
و از اینجا کلی حفره ریخته بشه اینجا و این حفره ها توسط کلکتور جمع بشه. و حالا برای هر کم از این جریان ها اسم میذاریم که در واقع جریان قالب قرار این ترم دو باشه. یه تعداد از این حفره هایی که ریخته میشن با این الکترون ها اینجا ترکیب میشن بشه میگم جریان یک. این جریان یک مساویه با جریان چهار، این تعداد الکترون حفره هایی که از بین میرن رو به هر حال بیس تامین میکنه، پایه بیس. و یه جریان هم اشباع منکوس بین دیود کلکتور بیس بشه میگم جریان سه. و یه جریان پنج هم دارم که جریان حامل های اکثریت این ور یا الکترون هاست که ریخته شده این ور، جریان پنج. قراره کلن جریان دو جریان قالب باشه. مثلا پارامتر تعریف میکنم امیتر افیشنسی رو اینجوری تعریف میکنم، باز این سه تا خط مساویه یعنی تعریف میکنم نسبت جریان حفره‌ای که جریان حفره های الکترون به جریان کل امیتر، ببخشید جریان حفره های امیتر به جریان به کل جریان امیتر که جمع جریان الکترون حفره است. من دوست دارم این به چی نزدیک باشه؟ به یک. یعنی ترانزیستوری بهتره که امیتر افیشنسی نزدیک یک داره، یعنی دوست دارم که نسبت پنج به نسبت جمع یک و دو که جریان کل حفره های امیتر رو بهم میده تا جایی که میتونم کوچکتر بشه. این یکی از تعریف هایی که دارم امیتر افیشنسی. تعریف دوم فاکتور عبور بیس، بیس ترانسپورت فاکتوره که نشون میده که از این حفره هایی که از اینجا ریخته شده به اینجا چقدرشون رسیدن به لبه کلکتور به همچین نسبتی، یا باید دیگه چه تعداد از حفره هایی که ریخته شدن به کلکتور میرسن، یا نسبت جریان آیه سی پی به آیه ای پی که جریان حفره های کلکتور به جریان حفره های امیتر رو مشخص میکنه. باز دوست دارم این نزدیک چی باشه؟ نزدیک یک باشه. به این ترتیب دوست دارم که توی نقاشی که اینجا کشیدم یک نسبت کوچکی از دو باشه. خود پنج دوست داشتم از جمع یک و دو کوچکتر باشه و یک هم دوست دارم خیلی از دو کوچکتر باشه. باید دیگه دوست دارم پنج و یک به مراتب از دو کوچکتر باشه. چی؟ نه جمع یک و دو کل حفره های اینه که ربطی به اون نداره. اون جمع جریان چون بعد اینجا مشخص شده این در واقع یک و دوه، یک ازش کم میشه دو میره میرسه. حالا با این تصویر من این دوتا رو تعریف کردم. حالا این تصویر اگه تو ذهنتون باشه این در واقع پارامتر اول نشون میده چقدر امیترمون خوبه، پارامتر دوم نشون میده چقدر بیسمون خوب کار میکنه، یا حفره‌ای که بهش تحویل دادیم اون وقت به کلکتور رسونده. اینجوری این یکی هم نشون میده که حالا امیترمون یا اون قراری که بود که جریان قالب جریان حفره‌ها باشه این هست یا نه، یا باید دیگه سطح زیر این چیزی که اینجا رد میشه به مراتب بعد از این بزرگتر بشه. اینو اینجوری بهش رسیدم که دوپینگ اینو به مراتب دوپینگ این بزرگتر کنه. حالا نقاشه نمیشه درست نسبت ها رعایت کرد، ولی به هر حال یه جور تو ذهنتون باشه که این سطح این سطح زیر این به مراتب سطح زیر این بزرگتره و به این ترتیب این اتفاق افتاده. یعنی این نسبت نزدیک یکه و این نسبت هم حالا با به کمک عرض بیس خیلی کوچیک نزدیک یک شده. نیست. الان میگم چجوری درستش بکنیم. این دوتا رو تو هم ضرب میکنیم میشه، اگه این دوتا رو تو هم ضرب کنم مخرج این با صورت این میره، مخرج این که بود جریان امیتر، درست؟ میشه جریان حفره های کلکتور به جریان امیتر، نمیشه جریان کلکتور به جریان امیتر، درست؟ ولی اینو تعریف میکنم آلفای ترانسفر بی جی تیم، یعنی آلفایی که تعریف میکنیم توی مدار واقعا میسین آی سی به آی ای، دقیقا آی سی به آی ای نیست، جریان حفره های کلکتوره به جریان چیز. حالا میرسیم به همون چیزی که سوالی که اول جلسه پرسید، یه همچین چیزی رو فعلا گذاشتیم کنار. اینو تعریف باز چون تعریفه دست خودمون اینجوری تعریف میکنم بهش میگم آلفای دی سی ترانزیستور که از روی این بتای دی سی ترانزیستور تعریف میکنیم.
اینجوری تعریف می‌کنم. ضرب این دو تا پارامتر رو بهش میگم آلفا دی سی ترانسفر. یه لحظه صبر کنید می‌نویسم. آقا چی می‌نویسم ببین. اینا رو دیدین حالا قبلا ولی چیز عجیبی نیست. چی؟ سه آره. کلکتور رو با دوپینگ کم میگیریم. حالا باز به این دلیل که مقاومت اوهمی این دوباره مهم میشه. بله باید یه مقداری دوپش کنم که اوهمی رزیستنس قابل قبولی داشته باشه. ولی یک آر مثلا همیشه موازی کلکتور سری کلکتور همیشه مقاومت اوهمی داره. خیلی خوب. با این تعریفایی که کردم جریان کلکتور بجز این که آلفا برابر آی ای هست یک جریان اشباع معکوس دیود کلکتور بیس هم در واقع داره. حالا این اینجوری بهش میگم. بهش میگم آی سی بی او. صفر هم نیست. او به این معنی که جریان بین کلکتور بیس با فرض امیتر اوپن. پایه سوم به جای که پایه سوم بنویسم پایه سوم بنویسم او یعنی امیتر اوپنه. حالا که شما امیتر رو اوپن کنین جریان کلکتور میشه چی؟ و جریانی که میگذره بین کلکتور بیس دیگه پایه دیگه ای نداره. یعنی جریان بیس با جریان کلکتور برابر میشه تو این وضعیت اگر امیتر رو اوپن کنم و اینجوری تعریف میکنیم. دوباره برای که تعریف هامون سازگار باشه آلفای دی سی چون همه جریان کلکتور نبود فقط جریان حفره های کلکتور بود جریان الکترون های اونم بهش اضافه کردم و این اسمو براش گذاشتم. حالا باز اسمم مشکلی نداره. جریان بین کلکتور بیس بین دیود کلکتور بیس وقتی دیود وقتی پیوند امیتر باز یا امیتر اوپن اینجوری تعریف کنم. اگه اینجوری تعریف کنم میتونم روابط رو به جایی که بر حسب این شکلی بنویسم میتونم رابطه بین مثلا آی سی و آی بی رو بنویسم. حالا باز از KCL مدار میتونم به جای آی ای بذارم آی سی به اضافه آی بی مشکل نداره. دو طرف رو بر حسب آی سی حساب کنم و این دفعه حالا آی سی بر حسب آی بی میشه یک بتای دی سی. اینجا باید دی سی هم میذاشتم با همون تعریف آلفای دی سی. یه نسبتی بین آی سی و آی ای هست و یه نسبت باز یه نسبتی که دیگه ربطی به آی بی نداره. این یکی یک روی یک منهای آلفا برابر اون آی سی بی او قبلیه. به این ترتیب اگر این دفعه بیس رو باز کنم اگه جریان بیس رو صفر فرض کنم جریان بین کلکتور امیتر ایجاد میشه. اگه بیس رو باز کنم یه جریان از کلکتور امیتر دارم به ازای بیس باز که این جریان حدوداً بتا برابر جریانی هست که اگر پایه امیتر رو باز میکردم داشتم. الان یک دیود ندارم در واقع یه دیود نیست دیگه. دفعه اول یه دیود بود این جریان اشباع معکوس دیود کلکتور امیتر بود ببخشید کلکتور بیس بود وقتی امیتر باز. الان وقتی بیس رو باز میکنم و از اینجا جریانی میبینم دو تا دیود بک تو بک و جریان یک دیود دیگه نیست. این جریان این دو تا دیود بک تو بک جریان اشباع معکوس اگه نمیتونم بگم بشه ولی آی سی ای با فرض اوپن باز یا آی سی ای او تقریبا بتا برابر چیه؟ آی سی بی او. با این تعریفایی که کردیم نتیجهش اینجا. بتای دی سی ها. حالا یه بتای دی سی داریم یه بتای ای سی داریم با این تعریفایی که کردم فعلا بتای دی سی. بعدا باید هم آی سی ای او نسبت به آی سی خیلی کم باشه. حالا آره و هم آی سی بی که هست نسبت به آی سی او برای خود آی سی او هم آی سی ای او هم با اینکه در بتا ضرب شده یعنی آی سی بی او این هست که در بتا ضرب شده باز هم نسبت به آی سی کم. تو رنج وقتی تو آزمایشگاه دیسکریت میبندین اینجا رو جریان هایی که داریم تو رنج میلی آمپر هست جریان های اشباع معکوس عدد های کوچکی هست. آره اینجا آره یه جایی هم نه. یعنی شما اگه مثلا آی سی طراحی کنید یه جایی شاید جریاناتون دیگه تو رنج میلی آمپر نباشه مثل دیسکریت ما وقت مهم شد. مثل
نمیتونم بگم چون اینو این شبیه ماسفت نبود که سویچ که نبود که بگم این جریانه، ولی تعریف هم اینجوریه دیگه. من تعریف کردم اگر چون آلفا از اینجا شروع شد که من آلفا رو این تعریف کردم، چون آلفا رو این تعریف کردم این نسبت جریان کلکتور به جریان امیتر نشد. آره نیاوردیم دیگه، نیاوردیم به این دلیل که حالا بعداً باز می‌بینیم به چه دلیل، ولی چون اینجوری تعریف کردیم آلفا رو حالا اینجوریه، مشکلی نداره. درست؟ ICO خب. آره دیگه حالا آلفا رو یک من آلفا مثلا آلفا اگه نزدیک یک باشه با هم آره میشه چه چی؟ میشه بتا منهای یک یا به اضافه یک منهای هر یه چیزی هر بتا بزرگ باشه خیلی فرق چی شد؟ این الان این قبول داریم این با این معادله. خب از اینجا به این نسبته گفتم بتا آی سی یه رابطه خطی با آی بی داره و یه ترم مثل این یه ترمی که به آی بی ربط نداره. با این چرا برای چون آی سی رو از اینجا آی سی رو بردم اون ور تقسیم به یک منهای آلفا کردم دو طرف. خب قبول؟ دوباره شبیه اون رابطه بالایی یه ترم اینجوری آورد، یه رابطه خطی بین آی سی آی بی که بهش میگم بتا و یه ترم ثابت که این دفعه بهش میگم آی سی ای او، به این دلیل که اگه آی بی رو صفر بذارم آی سی میشه این که با آی ای برابره بنابرای کی سی ال، حالا میشه جریان بین کلکتور امیتر وقتی بیس اوپن. خیلی حالا شبیه فرضهای ساده شونده‌ای که برای پی ان جانکشن انجام دادیم، اینجا هم یه مش فرضهای ساده شونده انجام میدیم که بتونیم کمی حل کنیم. کیفی حالا گفتیم چه جوریه، فقط کمی حل کنیم. باز چون کمی حل کردن پی ان جانکشن دیدین اینجا اتفاق عجیبی نمیفته. دوباره فرض میگم ساختارم یه بعدیه که همه رو به جایی که x و y و z در نظر بگیرم معادله لاپلاس بنویسم تو یه بعد میرسم، باز یک بعدی نیست، اینجا خیلی بیشتر یک بعدی نیست. حالا بازشون تو تکنولوژی مسطح باز اینجوری هم نمیسازم، ولی ساده ترین تصوری که میتونم برای بی جی تی ترانزیستور بکنم که یک کلکتور دارم، بعد یه بیس اینجوری ساختم، یه امیتر اینجا ساختم. حالا امیتر بیس کلکتور، کلکتور باید چون قرار همه اینا رو کلکت کنه باید دور امیتر باشه. یعنی شما هندسه اگه برعکس بکشین ترتیب اینا رو به این درستی کار نمیکنه، حتی پروفایل دوپینگ هم رعایت کنیم. ولی حالا یه همچی تصوری مثلا روی سیلیکان یه همچی چیزی ساختیم و همچی که میبینی یک ساختار سه‌بعدی. اگر من تقریب این جاها رو بزنم و هول و هوش یک جایی حل کنم، تقریبا میتونم باز تقریب یه بعدی رو بزنم. حالا خود این تقریب یه بعدی یه تقریبی است. فرض میکنم که عرض بیس خیلی از ال پی کوچیک‌تره و ثابته، ثابت نیست به این دلیل که تابع ولتاژ عملاً، ولی بعد تصحیح میکنیم، یعنی عرض بیس واقعی با عرض متالورژیکال جانکشن این لبه ها یکم فرق داره، یکم نایه تخلیه این اومده اینجا و اینم حالا چون هرچند فوروارد بایاسه برای یه نایه تخلیه کوچیکی داره. فعلا فرض میکنم W به مراتب از LP کوچیکتره و عدد ثابتی. از جنریشن ریکامبینیشن تو نایه تخلیه صرف نظر میکنم. حالا چون این فوروارد بایاسه خیلی تقریبا بدی نیست، از دیود فوروارد میدونیم که اگه این جریان به اندازه کافی باشه و خیلی کوچیک نباشه که انتظارمون اینه، تو ناحیه بودیم که این فرضی که از این صرف نظر می‌کردیم اتفاق بدی نبود. ولی تو دیود معکوس حالا چون از ناحیه تخلیه بزرگتره میدونم که اون طرف بیشتر بده. یعنی این فرضه اینجاها اتفاق خیلی بدی براش نمیفته، ولی اینجاها اتفاق بدی میفته. چرا برای که تو دیودم نمیتونستیم من جریان اومدم این لبه ها تو دیود حساب کردم، فرض کردم اینجا جریان عوض نمیشه، بعد از جمع جریان های اینجا تونستم جریان دیود حساب کنم. اگر این کار نکنم هم باید دریفت حل کنم هم دیفیوژن هم مکانیزم ترکیب و تولید رو سخت میشه، چند تا معادله همزمان حل میکردم. الان فقط یک معادله دیفیوژن برای حامل های اقلیت حل میکنم تو هر جا. فرض می‌کنم پروفایل دوپینگ
به صورت پله‌ای عوض میشه و یونیفرم، حالا این خیلی بد نیست، شبیه همون یه بعدیه، یه فرض هندسیه اضافه کردیم به مسئله. بعضی میگیم تو شرایط لو لول ایجکشنیم، یعنی مثلا حامل هایی که از اینجا ریخته میشه اینجا، حفره هایی که از اینجا ریخته میشه اینجا، هنوز از الکترون های اینجا کمتر مثلا. و همه جاهای دیگه، یعنی همه جا فرض میکنم که حامل های اقلیت هنوز به اندازه حامل های اکثریت زیاد نشد. حفره های اینجا خیلی از الکترون های اونجا بیشترن، ولی همه این حفره ها که ریخته نمیشن، یه صدی دیدن دیگه. بعضی کنم حفره هایی که این لبه ریخته شدن که تعداد چون ها از زدن از همه جا بیشتره، از خود الکترون های اینجا کمتر. من یه همچیزی دوست نگفتم، دوست دارم حفره هایی که از اینجا ریخته میشن اینجا، از الکترون هایی که از اینجا ریخته میشن اینجا به مراتب بزرگتر باشن. به این معنی است که حفره‌ای که از اینجا ریخته میشن اینجا از الکترون‌های خود اینجا بیشتره. دو تا چیزه. حالا بعد تو دیود عادی هم دیدیم، بعد اینو تصحیح می‌کنیم. خیلی از این فرضامون فرض مشکل داره. بعد می‌بینیم فرضامون تصحیح می‌کنیم. حالا یه سری قرارداد می‌ذاریم، باز اون قراردادا رو دیدیم. اینجا دوپینگ، اینجا یه مش اکسپتور ریختم توی امیتر. باید بگم NAE، حالا برای که هر دفعه اینا زیاد نشه بهش میگم NAE. و یه ثابت نفوذی برای الکترون های این ور تعریف میکنم، چون الکترون ها اینجا حامل اقلیتن و معادله نفوذ برای حامل اقلیت میمیسیم، فقط اونا رو نوشتم. یه DNAE داریم، باز میدونم چون اینو فقط برای حامل اقلیت این ور میمیسیم DAE میگم. باز برای حامله اقلیت اینجا که الکترون هاست، یه عمق نفوذ تعریف میکنم که رادیکال دی تاو هست، و اینو باز چون میدونم برای الکترون هاست دیگه این اندیس اینو نمیزنم، بهش میگم ال ای. وقتی میگم تاوی یعنی تاو برای الکترون های توی امیتره، و ان ای صفر هم در واقع حامله های حالا اکثر این ان 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 در حال تعداد حامل های اقلیت توی امیتر میتونم اینجوری بنویسم. به همین ترتیب هرچی دارم اینجا میگم برای حامل های اقلیت همونجاست، اینا درش مستطر نمادگذاری رو انجام را فعلا این حامل های، و انتظار دارم که دوپینگ امیتر به مراتب از دوپینگ بیس بزرگتر باشه و دوپینگ بیس از دوپینگ کلکتر. به این معنی حالا اگه تاها چندان عوض نشن، انتظار داریم که دی کجا از همه بزرگتر باشه؟ نه، موبیلیتی رو که زیاد میکنم ببخشید، حامل ها را ناخالصی رو که زیاد میکنم موبیلیتی چی میشه؟ کم میشه. موبیلیتی کم میشه، دی هم کم میشه. تو دمای ثابت دی پر میو میشه کیتی، یعنی این دیش از این کم تره، اون از اون کم، ولی اینقدر خلاف نداره، ولی به همین نسبت علم چی؟ خیلی، آره، تعداد الکترون های توی ماده پی تایپ که امیتره. خیلی خوب، حالا باز برای که معادلات رو بتونیم بنویسیم، شبیه دیود میام مبدا مختصات هر ناحیه رو لبه ناحیه تخلیه فرض میکنم، یعنی به جایی که مثلا مبدا اکس، حالا اکس این وری رو بگم از این لبه است، میگم از این لبه است، یه شیفتی توی مبدا میدم، حالا یه میگم این صفر پریم همه، این اکس پریم همه، این صفر همه، این محور اکس همه، حالا تا دبلیو ادامه داره، برای امیتر هم این اکس دبل زیرو دبل پرایم همه، این هم اکس دبل پرایم همه، این وری محور رو اینجوری فرض کنید. هنوز ننوشتم، فعلا نمادگذاری کردم، نه الان رابطه ها رو کلی می نویسم، اصلا نمیدونم دیود فوروارد بایاس ریورس هر ناحیه تو چه ناحیه هم تو رو قطع باشه، اصلا هر دوتا ریورس باشه، فعلا کلی می نویسم. با این نمادگذاری من اگر توضیح حامل های اقلیت رو بدونم همه چی رو می دونم، شبیه دیود. یعنی تنها چیزی که مهمه اینجا داشته باشم توضیح حامل های اقلیت تو هر ناحیه است، یعنی اینجا توضیح حفره ها رو داشته باشم،
اینجا توزیع الکترون‌ها رو داشته باشم، اینجا هم توزیع الکترون‌ها رو داشته باشم. اگر چنین چیزی رو داشته باشم و با فرضایی که تو اسلاید قبلی کردم، در واقع هم جریان همه جا رو داره. قبول دارین یا؟ خیلی خب، دنبال اینم که توزیع الکترون‌ها رو توی امیتر به حسب مکان داشته باشم، توزیع حفره‌ها رو تو بیس داشته باشم به حسب مکان، و توزیع الکترون‌های کلکتور رو داشته باشم به حسب مکان. جریان دیفیوژن رو کم در نظر بگیریم. جریان دیر نه. نه نه. ربطی به این نداره. چرا من اگه جریان خودش رو داشته باشیم؟ آه، برای حامل های اقلیت جریان دیریفت داره. آره. آره. چون میدونم که میدان همه جا عدد ثابتیه دیگه. برای الکترون حفره که فرق نمی کنه تو هر مکانی. و حالا اگر حامل های اکثریت خیلی بزرگتر باشن، اگه جریانه مثلا جریان دریفت الکترون عدد معقولی باشه، جریان حال حامل‌های اقلیت دریفت باید به عدد معقولی دوباره کوچک باشد. حالا انتظار دارم یه اتفاق این دوباره همه فرضایی که تو پی ان جانکشن هم داشتیم اینجا هیچ چیزی عوض نشه. من کافیه که خب هر کم از اینا میدونیم این یک بار معادلات دریفت و دیفیوژن رو برای یه جایی که هیچ تحریکی ندارم نوشتم و دیدیم معادلات چجوری با مکان عوض میشه. نمایی اینجا هم حالا چون پایه کلکتور رو میتونم خیلی دور فرض کنم، هر مقداری که توزیع حامل ها این لبه داشته باشم به صورت نمایی چی میشه؟ کم میشه میره اون و اینجا هم چی؟ حالا فعلا فرض کنم پایه بلند. این یکی چیه؟ این یکی هم دوباره نمایی از هر مقداری که داره کم میشه میره تا بی نهایت خودش. تنها چیزی که میمونه این وسطه. این وسط هر دو ترمه، هم مثبت نمایی رو دارم هم منفی نمایی. درست؟ چون دیگه شرط که تا بی نهایت باید برو، شرط مرزی رضا کنه که بی نهایت بی معنیه ندارم، یا شبیه همون دیود پایه کوتاهی که یه بار حل کردیم. خیلی خوب، اینجا پس یه ترم ای به توان مکان و ای به توان منفی مکان دارم. این دو تا جاها با تعریف مکان خودش فقط ای به توان منفی مکان، ای به توان مثبت مکان ها دیگه ندارم. حالا الان میذاریم اون تو دیود معمولی پتانسیل اعمالی دو سر جانکشن تعیین میکرد که نسبت عامل های اقلیت نسبت به عامل های اقلیت بدون اعمال ولتاژ چقدره. اینجا هم دقیقا همونه، فرق نمیکنه، چون هر کدوم از این پی ان جانکشن و توزیع ها این ارتفاع این حامل های اقلیت رو فقط پتانسیل دو سر جانکشن تعیین میکنه. اینجا هم دوباره هم. خیلی خوب، حالا من بسته به این که چه پتانسیلی به دو سر ولتاژ دیود بیس امیتر اعمال شده، این اینجا رو دارم و میدونم نمایی این کم میشه و میره اون بر. حالا فرض کنید که ببخشید پروفایل ناخالصی دارم، از اون پروفایل ناخالصی یک بار مشتق میگیرم جریان به دست میارم. درست؟ خب جریان این لبه به دست میارم، جریان در واقع الکترون های این لبه به دست میارم. بعد فرض میکنم ترکیب تولیدی هم تو نایه تخلیه ندارم، اینجا رو چی میکنم؟ خط صاف میکنم، شبیه همون دیو. همین کار رو برای اونا میتونم کنم. من اگه توزیع الکترون های این ور داشته باشم، یک بار از این مشتق میگیرم و جریان کجا به دست میاد؟ این لبه. جریان لبه به دست میاد و دوباره جریانم چون توزیع با مکان نمایی عوض میشه، جریانم با مکان نمایی عوض میشه و تو نایه ترکیب تو نایه تخلیه از ترکیب تولید صرف نظر میکنم، یه خط صاف اینجا میشه. حالا این جریان هنوز به جریان اصلی دیود ترانزیستور نرسیدیم، چون جریان اصلی ترانزیستور محصول جابجایی حفره‌ها بود تو پی ان پی. من جریان الکترون‌ها رو کشیدم فعلا، جریان امیتر الکترون‌ها و جریان کلکتور امیتر. یک جریان دیگه هم دارم که فرض کنید توزیع حفره‌ها اینجا رو داشتم، توزیع حفره‌ها اینجا رو دارم، تابعیت مکان رو دارم، حفره ها چجور با مکان عوض میشن، از این مشتق میگیرم، جریان نفوذ حفره ها به دست میاد، جریان دیفیوژن حفره ها به دست میاد. این جریان اگه این لبه پیدا کنم میشه جریان امیتر سمت جریان حفره های حفره ها سمت امیتر. و باز از ترکیب تولید تو نایه تخلیه صرف نظر کنم، اینجا خط صاف میکشم، اینو میتونم اونور حل کنم، مشتق بگیرم و جریان آی سی ای به دست میاد.
های سی پی به دست میاد. درست بازم از ترکیب تولید صرف نظر کنیم، اینجا خط صاف میکشیم. حالا اگه این دوتا خط صافی که کشیدم جمع کنم میشه جریان چی؟ امیته. اگه این دوتا خط صافی که اینجا کشیدم و جمع کنم میشه چی؟ جریان کلکتور. دو تا از جریان ها رو پیدا کنم جریان پایه سوم اتوماتیک پیدا شد. من جریان امیتر رو اینجوری تحلیلی حل میکنم، جریان کلکتور هم تحلیلی حل میکنم. ولی قبل از که بگم تحلیلی دقیقا معادلات بنویسیم، باز کیفی میگم که چجوری قراره تحلیلی حل کنیم. ولی قراره با جریان دونستن جریان نفوذ حامل های اقلیت دو طرف جریان امیتر رو پیدا کنم، با دونستن جریان نفوذ حامل های اقلیت این دو طرف هم جریان کلکتور رو پیدا کنم و از اختلافشون جریان بیس. همه هم در نظر گرفتم، یعنی هم جریان الکترون های این پیوند رو در نظر گرفتم، هم جریان الکترون های اون یکی پیوند. اما در واقع میتونیم با دید بگیم که J C N prime J E N prime حالا می نویسیم تو اوردر همه جهتش ارتفاعش پایین تر این باید پایین تر از کجا میگوید؟ شیبش میگم این لاین آوت چون پی از اینجا اینجوری باشه نه چون برعکس اون چون تقریبا یه خط صافه بعد میکشیم تقریبا این جریان رو کشیدم ناخالصی ها نیست. اگه ناخالصی ها رو توی بیس بکشم تقریبا یه خط صاف و تقریبا این جریان با این جریان تقریبا برابر این تقریبا با این برابر به همین دلیلی که جریان بیس کمه و جریان امیتور کلکتور هم با هم برابر. حالا اینجا فرض کنید تو فوروارد بایاس نکشیدم یکم اغراق کردم که اینا برابر نباشه، ولی معمولا تو حالت اکتیو اینا برابرن. اینو فرض کنید کلی کشیدم، این اصلا میتونست این خیلی پایین باشه اون یکی بالا باشه. هیچ نه این آخه بس اینکه تو کدوم ناحیه ایم. اگه فوروارد بایاس باشه این فوروارد بایاس اون ریورس بایاسه، یعنی این صد کمی میدن اینجا کلی الکترون ریخته شده اینجا ده همون نسبت خودش، یعنی تو ناحیه اکتیو اگه باشم نه تو ناحیه اکتیو تقریبا این دوتا هول و هوش هم. خیلی خوب، حالا جریان امیتر رو پس اینجوری حساب کردم. من اومدم اقلیت های تو بیس رو که این دفعه حفره هستن حساب کردم، از روی شیب تغییراتشون لبه نایه تخلیه اینجا جریان حفره های پیوند امیتر بیس رو حساب کردم و از توزیع الکترون های توی امیتر دوباره این لبه تونستم جریان الکترون های توی امیتر حساب کنم و کل جریان امیتر اینجوری حساب. جریان کلکتور رو چی رو حساب کردم؟ این با رعایت کردن جهت‌های محوراست، مثلا x دبل پرایم برعکس x بوده اینا رعایت شده، یعنی یکیش باید مثبت باشه یکی منفی، چون یکی از حفره هاست یکی از الکترون ها و جهت ها هم در نظر بگیر اینجوری میشه. اون طرف حالا چون جهت ها یکیه حالا هم مثبت و منفی رو میبینی، از جریان حفره های حامل های اقلیت بیس یک بار مشتق گرفتم این لبه این جریان به دست اومده و از حامل های اقلیت امیتر دوباره مشتق گرفتم این لبه و این جریان بدست. حالا قرار بشینیم اینا رو حساب کنیم. تو هر ناحیه هم میدونم که به حال توزیع حامل های اقلیت بر حسب مکان جواب این معادله دیفیوژنه. یه معادله هست که مشتق دوم حامل ها نسبت به مکان با حامل ها تقسیم به این طول نفوذ نسبت داره. حالا اینا هر جایی بنویسم معادلات این شکلی میشن جوابا، که باز چون فرض میکنیم این طول پیوند امیتر و کلکتور به اندازه کافی بزرگ هست، من این ترمو ندارم این ترم هم ندارم. الان چند تا مجهول دارم؟ 4 تا مجهول دارم به این ترتیب.
چهار تا مجهول هم ببخشید این یکی ترمو ندارم میشه. ترمایی که توان مثبت هست و ندارم چون بی‌نهایت میشه. مجهولات هم از این چهار تا مجهول هم از این چهار تا معادله راحت به دست میاد. چجوری به دست میاد؟ که پیوند امیتر بیس تعیین میکنه که حامل های اقلیت اینجا نسبت به حامل های اقلیت قبل از اعمال ولتاژ چقدر اضافه شده. به صورت نمایی اعمال ولتاژ فوروارد بایاس دو سر امیتر بیس تعداد حامل های اقلیت رو اضافه میکنه. این سر پیوند همین امیتر بیس اون طرف هم همین کار میکنه، حامل های اقلیتش رو به صورت نمایی با اعمال ولتاژ زیاد میکنه. این ورم حالا چه پیوند فوروارد باشه چه ریورس، دوباره تعداد حامل هاش بعد از اعمال ولتاژ نسبت به تعداد حامل هاش قبل از اعمال ولتاژ اینجوری عوض شده. اینا رو دارم، اینا یک بار برای پی ان جانکشن نوشتیم و میدونیم که حامل های اقلیت این لبه فقط تابع ولتاژ اعمالی دو سر نایه تخلیه. خیلی خوب، من این چهار تا مجهولی که اینجا دارم 1 2 3 4 با این چهار تا به دست میاد، در واقع این میشه این، این میشه خود همین ای دو، حالا اینا با یک تبدیلی باید بی یک و بی دو بشن و این خودش میشه همون سی دو. خیلی خوب، باز این تعداد حامل های اقلیت قبل از اعمال ولتاژ، بازشون پروفایل دوپینگ اینجوری بوده، این خیلی بیشتر از این بوده، اینم بیشتر از این بوده، حامل های اقلیت حالا کلکتور از بیس بیشترند و بیس از امیتر بیشتره قبل از اعمال ولتاژ. فرض کنید که تو نایه اکتیو هم، یعنی یک پیوند یه ولتاژ فوروارد بایاس اینجا اعمال میکنم، یه ولتاژ ریورس بایاس اینجا اعمال میکنم، انتظار دارین حامل های اقلیت این لبه چجوری باشن؟ اینجا که چون فوروارد بایاسه انتظار دارم مثلا اینجاها باشه یه عدد خیلی بزرگی، نمایی یه ولتاژ زیاد شد. اینجا چی باشه؟ ریورس بایاس انتظار دارم صفر شده، سری صفر میشه، ای به توان یه عدد منفیه. خب حالا مشخص شد که اون لبه های حامل های اقلیت لبه ناحیه تخلیه چه شکلیه. الکترون ها حالا با آبی میکشم، حفره ها رو با سبز. من چگالی حفره ها رو این لبه دارم به صورت نمایی با ولتاژ فوروارد بایاس اینجا زیاد شده و تعداد حامل های اقلیت این ور چون اینجا ریورس بایاسه با تقریب خوبی صفر. چی؟ چرا؟ به این معنیه که چون اینجا ریورس بایاسه هر حفره‌ای که میرسه اینجا توسط میدان هول داده میشه اون ور، به این معنی. صفر صفر به این معنی نیست که به این معنیه که هر حفره‌ای که اینجا از اینجا امیت میشه اگر خودش رو به لبه ناحیه تخلیه برسونه اون وقت هول داده میشه اون وقت، ریورس بایاس معنیشه. ولی خود حامل های اقلیت اون لبه رو نگاه کنم صفر شد، چون پیوند ولتاژ منفی اونجا اعمال کردم و هر باری که خودش رو برسونه اونجا یک میدان همجهت میبینه، میدان همجهت هولش میده توی کلکتور. به همین دلیل اونوری هم صفر. حالا صفر اینو یکم بالاتر کشیدم چون این سی صفرش بالاتر بوده، ولی صفره عملا صفر. خیلی خوب، حالا یه حدس میزنم یه همچیزه، اینا که نماییه، اینا هم که یک نمایی بوده که ای به توان یه چیزی تقسیم به ال بیه، اگر ال بی از این ابعاد کوچکتر باشه این نمایی رو میتونم با چی تقریب بزنم؟ با یه خط. تقریبا تقریب خط یا نزدیک به خط تقریب بدی نیست. چی؟ W کوچکتر باشه از LB، خیلی کوچکتر باشه. حالا بعد میبینیم اینا معنیش چیه هر کدوم. یعنی اینو دقیقا خطم نکشیدم چون جریان در واقع حفره های امیتر، اگه اینو دقیقا خط بکشم جریان آی ای پی با آی سی پی دقیقا برابر میشه، یا نسبت بیس ترانسپورت فاکتورمون یک میشه، ترانزیت فاکتور، ولی گامایی که اونجا نوشته. ولی حالا یکم اینو حالا شیب دارش کردیم، شکمی داره. خیلی خوب،
این برای وضعیتی بود که تو فوروارد بایاس. اگه سچوریشن باشن مثلا این شکلیه که حالا هر دوتا فوروارد بایاس شدن، این یکی عدد بزرگیه بسیار وی کلکتور امیتر یه بیس امیتر بیس بخش کلکتور بیس هم فوروارد بایاسه، اینا هر دو از اینا بزرگترن. حالا اینجوری میشه که این خط شیبش چی میشه نسبت به قبل؟ کم میشه. تو ناحیه اشباع جریان کم میشه، شیب خط اون جریان قالبی که ریخته شدن حفره ها از امیتر به بیسه اینجوری کم میشه. حالا این بیشتر به این بیشتر به اینکه به ولتاژ ربط داشته باشه، این به عرض بیس ربط داره. یعنی اگه باز عرض بیس هم کوچیک باشه آره خط عرض بود. اگه این بیاد مثلا بالا یه جایی میتونم جریان صفر شه. چرا؟ میبینیم حالا من الان دارم هنوز کیفی کمی رو میگم، بعد کمی کمی رو میبینیم قرار بعد فرض کنیم هر دوتا رو ریورس بایاس کنیم، این صفر میشه، اینم صفر میشه، اینم صفر میشه، اونم صفر میشه، یه مش صفره. به همین دلیل خیلی وقتا جریان همه چی صفره. این صفرها هم اغراق شده است، یعنی این خیلی چسبیده به این، مجبور شدیم اغراق کنیم که این پایین رو بکشیم. یعنی شیب این واقعا صفره در مقایسه با شیب فوروارد بایاس. خیلی خوب، حالا روابط رو باز تو وضعیت هایی که یکم ساده تره می نویسیم و میریم جلو. فرض کنید اینجا ترم قالب جریان چی بود؟ جریان حفره ها بود. برای همین مهمترین چیزی که اینجا هست این که نگاه کنم حفره ها تو بیس چجوری عوض شدن. من اگه توضیح حفره ها تو بیس رو داشته باشم اون ترم قالب جریان حالا حداقل تو ناحیه اکتیو دارم. به این دلیل اولین چیزی که میام بررسی میکنم این که حفره ها چجوری تو بیس در عرض بیس عوض میشن. دوباره فرض میکنم W به مراتب از LB کوچکتره، یا به عبارت دیگه تو این روابط جریانی که داشتیم برای اینکه یک ترم کمی باشه در مقایسه با دو همینجوری حسی لازم دونستیم که W کم باشه، خیلی کمتر از LB باشه. به این ترتیب این شکلی که اینجا کشیدم و تابعیت نمایی رو چندان نمی‌بینیم، جمع دو تا نمایی نیست، تقریبا یه خط، خیلی دور از خط نیست. حالا اگه این فرض رو انجام بدم من تقریبا این تابعی که به صورت نمایی تابع مکانه میتونم با جمله اول خطش تقریب بزنم. یعنی من به جای این خطی که اینجا کشیدم فعلا در تقریب اول میتونم این خطچین رو بذارم. خطچین هم یه خطیه که دقیقا این نقطه رو به این نقطه وصل کرده و حالا این مقدار سر و تهش هم دارم. یعنی تو x مساوی با صفر میدونم مقدار پی بی صفره و تو x مساوی با w میدونم چیه پی بی w. فقط بعد b1 که میشه دقیقاً این b2 رو یه جوری بذارم که اون بشه این، یا با بعد دیگه من میتونم اینجوری بنویسم توزیع حامل هامو یه جوری بنویسم که خطی باشه، این لبه تو x مساوی با 0 بشه دلتا پی 0 و اون ته به ازای x مساوی با w بشه دلتا پی w. شد قبول؟ چی؟ حالا فعلا الان آره. الان توضیح حامل ها رو تقریب خطی زدم با این استدلال و حالا این کارمون رو راحت میکنه. این مقدار اینا رو هم داریم، هر این به صورت نمایی با ولتاژ امیتر بیس نسبت داره، اینم به صورت نمایی با ولتاژ کلکتور بیس. درست؟ حالا معمولا این فوروارده و این عدد بزرگه، این ریورسه، این عدد کوچکیه، این نقاشی شده که شبیه چیزی که اونجا هست. اگر بدونم این به حال بس تیلور میدم، ای به توان x روی ال بی رو بس تیلور میدم، یک به اضافه x رو ال بی به اضافه ترمای بعدی، و چون میگم که این ماکسیمم این w هست و w از این کوچکتره تقریبا با این خط میشه دیگه. حالا هم این هم اون وریش، حالا این ضرایب به حال ضرایب جدیدی شد. به حال جمله اول بس تیلور هر کدوم از اینا رو گرفتم
و چون خط شد، حالا اینجوری نوشتم، در واقع بی یک، بی پریم یک شد این، بی پریم دو شد این، و اینا خود تابعیت اینا بر اساس ولتاژ هم مشخصه. حالا همه چی مشخصه. دیودو حالا چون بعد مشخص نبود، بعد رفتم حل کردم و دیدم همه ولتاژی که میندازم میفته این دو سر، و بعد مثلا دو سه تا استاک نوشتیم تا رسیدیم این روابط. اینجا چون همه چی رو میدونیم ساده تره، فقط کافیه از این مشتق بگیریم جریان چی به دست میاد؟ جریان حفره های امیتر به امیتر و جریان حفره های کلکتور، و این دوتا با هم چیه؟ برابر. یعنی الان در واقع یک رو دقیقاً صفر گرفتم. نه بتا هنوز بی‌نهایت نیست، چون ترمای دیگه هم جریان بیس داره، ولی حالا بعد اونو تقسیم میکنم. چی؟ جریان یک اختلاف این شیب بود با این شیب، چون خط گرفتم صفر. به این میگم بی جی تی ایدئال. بعدن این تصحیح بی جی تی ایدئال هم رو برمیگردم و تصحیح میکنم. این فرض اینی که یک و صفر گرفتم رو تصحیح میکنم. یعنی اختلاف این شیب بدون در نظر گرفتن جریان الکترون ها پس اون یک بدون این میزانی از حفره ها بود، این به این دلیل بود، میزانی از حفره ها بود که ترکیب می شدن. دقیقا نفوذ ندید از اینجا اومد، چون معادلات دریفت رو نوشتیم یه تعدادی از حفره هایی که ریخته شدن به اون ته نمی رسن. من اگه خط بگیرم به این معنی که 100% حفره هایی که ریختم به ته رسیدن، در این معنی که هیچ ترکیب نشد، هیچ حفره‌ای وسط را با الکترون ترکیب نشد. نیست دیگه، من دارم اگه خط بگیریم یعنی خط گرفتم. نه، باید اینجوری باشه. حتما اینجوریه. یعنی یه تعداد ترکیب میشه. و بعد اینو تقسیم می‌کنم. یه مدل هوشمندانه هم تقسیم می‌کنیم. یعنی بعد کدوم موقع کدوم دوست گفتن که چون پیوند و ریورس بایاس کردیم، هیچ حامل مثبتی اونجا نمیمونه، همه حامل مثبت حفره ها رو هول میده. این وقت اصلا از اینجا شده که تو ریورس بایاس اینجوری تونستیم روابط رو بندرسیم. یعنی این رابطه رو برای پی ان جانکشن نوشتم کلی. چی؟ دریفت نداریم، ولی اگر حفره این لبه باشد، قبول دارین؟ اینجا یه میدان بزرگ دارم، حالا اینجا لبه نایی تخلیه، یه میدان دارم. اگر حفره اینجا وجود داشته باشد، نمیتونه وجود داشته باشد. چون فرض کرده که نه اصلا من مکانیزمی برای حرکتش در نظر نگرفتم. الکتروستاتیک دیود اینو بهم میگه که اونجا باید صفر باشه. یعنی من اگه پتانسیل منفی دو سر دیود اعمال کنم، هیچ طرفی حق ندارم حامل اقلیت داشته باشه، چون یه میدان اتیکی بزرگ ایجاد کردم که همه حامل اقلیت رو هول میده. اونجا خب برای که این اینو شبیه دوتا گلوله در نظر بگیر. کنترل این گلوله دست چیه؟ ولتاژ کلکتوره. کنترل این چی؟ گلوله دست ولتاژ امیتره. این هیچ ربطی به هم نداره. حالا این وسطش چرا اینجوریه؟ حالا میشینیم راجع به وسطش صحبت میکنیم. ولی من این سر و تهش رو میدونم که کنترل این دست ولتاژ امیتره، کنترل اینم دست ولتاژ کلکتور. حالا مثلا فوروارد بایاس باشه، اکتیو باشه، نمیدونم ریورس باشه، هر چیزی باشه، این دوتا با این مکانیزم. آره با دقیقنش با تقریب خوبی صفره. صفره دیگه. این دلتا با خودش اگه جمع کنید این صفره. یعنی دقیقاً میشه منهای پی. این یکم منفی شه میشه منهای پی بی صفر، با پی بی صفر میشه صفر. چی؟ چرا نزدیکی کلکتور پل نمی‌کنه؟ نزدیکی که
اون دیگه از اینجا اومد. اون از اینجا اومد که من مکانیزم من حل برای معادله دیفیوژن هم اینجوریه که دل دو روند دل دو پی به روند اکس دو شده دل پی به ال بیس به توان دو. باید توی این معادله دیفرانسیل ست کنه با اون شرایط مرزی. توی معادله دیفرانسیل ست کنه یعنی باید به هر حال تابعیت مکانش این شکلی باشه و سرتاش هم که میدونم حل شد. درست؟ هنوز وقت داریم چرا ساعت نگاه میکنیم؟ خیلی خوب. این برای جریان حفره ها بود که جریان قالب بود. من دو تا جریان دیگه دارم، جریان امیتر، الکترون های امیتر و جریان الکترون های کلکتور که اونها رو میتونم حساب کنم. حالا اینجا چون فوروارد بایاسه جریان چیه؟ دوباره میدونم چقدره مثلا این ارتفاع این به این برابر با چی؟ دلتا ان ایم دقیقا میشه ای به توان ولتاژ امیتر بیس به بی ترمال ضرب در ان ای صفر و از اینجا میتونم جریان حساب کنم. حالا چون دوباره نمایی عوض میشه مشتق که گرفتم فقط یه ال ای آورده پایین، این چیزی که تو دیود معمولی هم دیدیم و اینجا جریانه در واقع الکترون هایی هست که بین امیتر بیس حرکت میکنن و انتظار داشتم که این به مراتب از جریان حفره هایی که حرکت میکنن کمتر باشه. توی نقاشی هم اگه درست بکشیم اینجوریه، یعنی شیب این به مراتب از شیب اون یکی کمتره. این شیبر هم باز چون مجبور شدیم دبلیو رو بزرگ بکشیم یا اغراق کنیم، اینو فرض کنیم این دبلیو رو 100 بار بزرگتر کشیدم یا شیب این خط 100 بار از این شیبی که میبینین بیشتر. شیب آبی، آره شیب این همون آره جریان اینجا حامله رو کشیدم اونجا جریان کشیدم برای که بگم که جریان رو از دریفت دیفیوژن از بخشین ترکیب و تولید ریکامبینیشن جنریشن تو نهایت تخته صرف نظر می‌کنم. بخاطر همین میتونم شبیه دیود جریان یک لبه رو با جریان یک لبه دیگه جمع کنم بگم جریان امیتر میشه کلش. نکتهش این واقعا اینجا میام جریان این یکی لبه رو با جریان این یکی لبه جمع میکنم تو دو تا مکان مختلف، ولی چون ریکامبینیشن جنریشن تو نهایت تخلیه صرف نظر کردم هنوز میتونم بگم میشه جریان امیتر. خیلی خب به این ترتیب اینم که تقریب خطی زدیم، حالا چون تقریب خطی زدیم راحت میشه به خط از اون رابطه قبلی به دست میاد، نسبت به اکس مشتق میگیرم میشه اختلاف این دو تا تقسیم به این فاصله. آی ای پیه درست نمیشتم نه نه حفره های امیتره با اینا با هم برابر هم دیگه. این لبه من جریان امیتر رو فعلا اصلا دارم حساب میکنم، این جریانه یه نسبتی جریان حفره های امیتره یه مقدارش هم جریان الکترون های امیتر. این با جریان بیس اصلا یکی نیست چون اینا که میریزم هیچ کدومش نصیب بهش نمیشه. اونو بیخیار شدیم. آره اونو صفر گرفت. ترکیبش رو فعلا صفر گرفت. ولی هنوز به این دلیل جریان بیس داره. بخاطر اینکه برعکس اینو به هر حال باید بیس تامین کنه. حالا از بیس اومد. اشباع معکوس نیست. جریان اون دیود فوروارد بایاسه. جریان فوروارد بایاسیه که چون دوپینگ اونور کم کردم این انتظار دارم به مراتب از این کمتر بشه. آره هنوز بی جی تی ایدئاله اینجوری بهش میگم. و حالا چون این نمایی با ولتاژ امیتر بیس نسبت داره و اینم نمایی با ولتاژ کلکتور بیس تقریبا اینجوریه، حالا اینو تقریبا خیلی وقتا میتونم صفر بگیرم، به همین ترتیب جریان قالب و جریان در واقع امیتر و ولتاژ امیتر بیس تعیین میکنه، چیزی که از الکترونیکی آرزونه. آره حالا میبینیم، حالا یکم صبر کنیم. و
جریان امیتر در واقع جمع این دوتا جریان است، جریان حفره ها و جریان الکترون ها، که باز قرار ترم قالب این باشه. اگه جمع کنین یه همچین چیزی میرسه. یه نسبتیش به ولتاژ امیتر بیس ربط داره و ترمای مختلف. حالا قرار باز ترم قالب این باشه و دوپینگ امیتر رو زیاد کردم که چی؟ NE صفر کم بشه. NE صفر نسبت عکس با دوپینگ امیتر داره. قبل از اینکه ولتاژ اعمال کنم، یعنی NE صفر هست NI2 تقسیم به N امیتر. من N امیتر رو زیاد گرفتم تا این کم بشود، تا اینکه جریان قالب جریان حفره ها باشه. الی رو نه، الی خیلی عوض نمیشه. حالا خود دی هم عوض میشه، یعنی تقسیم اگه حساب کنی این تقسیم به یک، اگه تاو ثابت بگیری این در واقع ضرب در یک رادیکال دی داره میشه، یعنی تقسیم اینا میشه رادیکال دی تاو. حالا می‌بینیم. بذار. بلند. فقط هم می‌خوام بگم اون اتفاقاتی که افتاد و اینجا تو روابط چجوری می‌بینیم. من هر چقدر دبلیو رو کم کنم چیه؟ خوبه. یعنی این شیب این خط دوستم زیاد شه و هر چقدر دبلیو رو کم کنم خیلی خوبه دیگه. صرفاً چون دوستان فقط به پی رفتش باشه. آره. یعنی دوست دارم این جمله به مراتب از این جمله بزرگتر باشه. حالا این کمک بهم می‌کنه. چی؟ حالا میبینیم یه فرضایی هی بدتر میشه. مثلا این که دبلیو رو فعلا تابع ولتاژ کلکتور امیتر کلکتور بیس نگرفتم، بعدا باید تصحیح کنم خود دبلیو اون بعد ولتاژ الی اینجا میاد که خود دبلیو تابع ولتاژ کلکتور بیس. دقیقا چون ولتاژ کلکتور بیس رو زیاد میکنم عرض نای تخلیه اون ور زیاد میشه، دبلیو کم میشه، جریان زیاد میشه. جریان تابع ولتاژ کلکتور بیس هم می شود بعداً. به جز اینکه ولتاژ امیتر بیس هست، تابع ولتاژ کلکتور بیس هم هست. حالا چون دبلیو در واقع تابع ولتاژ اون ترم با تعریف خوبی صفر دیگه. اگه ولتاژ معکوس بزرگی ببندم اینجا این خیلی کوچیکه. حالا عدد میذاریم، این عددا رو دقیقاً می‌بینم چه. ولی انتظار دارم این با این یکیه. وقتی این منفی شده این حالا این ای به توان یک عدد مثبتی در مقایسه با ای به توان یک عدد منفی خیلی اون آره. اون نه اشباه معکوس نیست. نه 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 آره آره یه جوری آره. جریان اشباه معکوس همه اشباه معکوس نیست، همه اشباه معکوس نیست. دو ترم داره مسئول ریختن الکترون‌ها و حفره‌ها. نصف اشباه معکوس نصف به نسبت حالا نمیدونم منفی یکم نصف ریاضی نه نصف منفی یکم چی این که نه باز اگه فوروارد بایاس باشه تقریبا این دیود معمولی هم منفی یکار داشت، این از اونجا اومد. دیود هم باز تو فوروارد بایاس هم همون شکلی بود. جریانمون آی صف ای به توان وی به وی تی منهای یکه، این دقیقا از اینجا اومد. چی؟ نه قرار این با این برابره. حالا این ای به توان یه عدد منفیه، این ای به توان یه عدد مثبته. تقریبا اینو میتونم در مقایسه با این صرف نظر کنم. نه میگم وقتی ای صفر باشه اگه برعکس بایاسش کنم، مثلا اینو فوروارد کنم اینو ریورس کنم، هنوز معادلاتم درسته. این معادلاتم کلی نوشتم درسته برای این نقاشی کشیدم، ولی وقت آره ولی دارم برای حالت اکتیو میگم. اگه ریورس اکتیو بکنیم این جمله بزرگ میشه، این جمله عدد کوچک. خیلی حالا قرار است که این ترم غالب باشه، باز این ضرب در این فوروارد کنیم و ترم غالبمون باشه، چیزی که دنبالش هست. حالا میریم اونور و حالا جریان الکترون‌های
آیه سی ان رو می نویسم. آیه سی پی رو که نوشتم، آیه سی پی رو برابر گذاشتیم با آیه ای پی و شیب اون خط. یه خط. یعنی آیه سی پی با آیه سی ای برابر بود و یه خط گرفت. حالا قراره آیه سی ان رو حساب کنم. آیه سی. حالا هم ترم دوره اینو داریم، معادلاتشو داریم می‌نویسیم. حالا آیه سی ان اینجا داره میشه شیب تو این نقطه، اینم توضیح نمایی مقدارشو تو لبه دارم، از این توضیح نمایی مشتق بگیریم یک تقسیم به ال سی میاد بیرون این شکلیشه. یعنی کیو ای دی سی، اینو حفظم نباشین هدف باید بتونین بنویسین. کیو ای دی سی که از رابطه دیفیوژن بود، یه مشتق مکانی دارم نسبت به NC، چون ای به توان X توی LC، یه LC میاد پایین و بعد اون بقیه NC در هم مقداری که تو لبه داره. یه بار با منفی بمیشه که نشده. حالا جریان کلکتور میشه جمع جریان حفره های کلکتور و جمع جریان الکترون های کلکتور. باز دوباره قرار ترم قالب چی باشه؟ همین این باشه. این که قرار کوچیک باشه، اینجا هم حالا اینجا دفعه این جمع دو تا شد و چی؟ یکی نشد. نشد. نه. جریان آیه سی پی با آیه ای پی و آیه سی ای برابر بود. توی آیه ای پی هم ای به توان ای بی داریم، هم ای به توان سی بی. چون هم این لبه داره هم داره، به هر دو اینا ربط داره. حالا این یه ترم این موند و اومد اونجا. حالا اینجوری شد که این دفعه چرا کیسیل نقض میشه؟ برای که اصلا آیه بی رو اینجوری به دست میارم. آیه بی رو آیه بی رو الان من هیچی نه، آیه بی رو میگم آیه ای من های آیه سی، اینا چون مساوی نیستن آیه بی رو دست. نه دور نزدیم، دور نزدیم. من فقط الان حالا اونو میتونستم حساب کنم، الان شیب این خط رو این ور این ورش یکی گرفتم، نمیگرفتم بازم یه ترم دیگه به این جریان ها اضافه میشد، بازم آیه بی رو میرسم آیه ای من آیه سی. ترکیب نشده. اینو نگاه کنید، این سه تا مؤلفه جریان بیس داره، 5 4 3، 4 رو بیخیال شده. ولی 5 و 3 رو حساب کرد. 4 تا میاد مثلا. حالا میشم تو اوردر هم دیگه. یعنی 3 و 4 و 5 معمولا تو اوردر هم دیگه. خیلی فرق داره. همین. چی؟ نه. کل چی رو صفر میگیرم؟ کل جریان کلکتور رو صفر بگیرم؟ کل چی رو صفر بگیرم؟ خب چی رو صفر بگیرم؟ میتونه منفی باشه، میتونه بس این کلی نمیشنم باشه. حالا فرض کنید اکتیوی منفیه. آره. چی؟ خب بشه. صفر نمیشه. این دنباله اینه. جریان کلکتور که نمیشه صفر شد. خیلی خوب. حالا جریان امیتر رو دارم، جریان کلکتور هم دارم، جریان بیس به دست میارم. حالا جریان بیس یک ترمه. از اون ترمی که به ولتاژ امیتر بیس ربط داره، اونی رو داره که تقسیم به ال ای داره، نه اونی که تقسیم به دبلیو. اونی که تقسیم به دبلیو بزرگه بود. آره. یعنی به همین دلیل انتظار دارم جریان بیس بزرگ نشه. و بستگی داره که نسبت دبلیو ال ای چی باشه. حالا جلوتر می‌بینیم بتا به چیا ربط داره. ولی فعلا اگر از ترکیب الکترون حفره‌ها توی بیس صرف نظر کنم، توی نایه تخلیه‌ها که صرف نظر کردم. اگه تو نایه بیس هم صرف نظر کنم، معادلات بی جی تی مو نوشتم. حالا اینو تصحیح می‌کنم توی جلسه بعدی. ولی فعلا از جریان ترکیب صرف نظر کنم. این یه ترم دیگه هم احتمالاً داره، یه ترم بهش میگیم ترم 4. ترم 4 رو یه دفعه
دقیقا ریاضی حساب میکنم یه دفعه با یک تقریب هوشمندانه. این تقریب هوشمندانش اینجوریه که اگر فرمولاتون هم همراهتون نبود باید بتونین جریان بیس رو هم 5 هم 3 هم 4 رو بنویسید. باش مهم نیست. خیلی خوب. حالا این باشه تا جلسه بعد. این ترمی که اینجا نوشتم در واقع ترم بین آی ای اینه، حالا به ال ای هم ربط داره، اون هیچی که چون به ال سی ربط داره جریان سه در واقع از شیب الکترون های این ور به دست اومد و بخشون الکترون های درست بود اون ورم از شیب توزیع الکترون های این ور الکترون تزریق میکنه همین الکترون تزریقیه توی ما مکانیزم هایی کشیدیم KCL هم باید برقرار باشه اینجوری هست. شما هرچی اینجا اضافه کنید مثلا یک ها اضافه کنید باز بنابرای KCL باید چاری وجود داشته باشه که باز هم KCL برقرار. این چیزی که هم اینجا نوشتم KCL اینا رو کیفی که گفتم بیا آره من اینجوری من جریان امیتر رو تقریبا تونستم به سادگی حساب کنم. خب دو سر این جانکشن تونستم جریان رو بنویسم، به این ترتیب جریان این پایه رو تونستم تقریبا به سادگی بنویسم، جریان این یکی پایه رو هم تقریبا تونستم به سادگی بنویسم. گفتم ادعا کردم که جریان پایه سوم از روی اون دو تا جریان پایه های دیگه به دست این مشکلی که نداره. این که ریاضی مساویه، حالا بقیه‌اش تقریبا زدیم، یعنی اون تقریبا دیگه‌ای که زدیم خیلی زیاد بود، مشکلی نیست. سوالی هست بپرسید؟